با سلام خدمت همه دوستای عزیزم، من شیما معتمدی هستم. به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید. Hello guys, my name is Shima Motamedi and let's start learning English. خب دوستان، تو ویدیو قبلی ما یه معرفی از خود داشتیم، ولی خب چون حجم مطالب زیاد میشد من ترجیح دادم که این ویدیو رو تو قسمت‌های مختلف بیام تکمیلش کنم. امروز میخوایم بخش دوم رو بگیم. همونطور که میدونین روال کار اینجوریه که بعد کاغذ و قلماتون رو حتما آماده کنین که نکاتی رو که میگم یادداشت کنین. آماده این؟ خب بریم شروع کنیم. My birthday is on June 15th. دقت کنین و تیچی که اون بالا میبینین برای اعداد شمارشیه یا ordinal number هستش. یعنی مثلا من میخوام بگم دومین، سومین، اولین. این TH برای اولین و دومین سومین نمیاد، ولی از سومین به بعد وقتی میخوام چیزی رو بگم، مثلا با حالت اعداد شمارشی بیام بشمرمش یا بگمش، باید حتما TH براش بیاد. و برای تولد از حرف اضافه آن قبل از ماه میاد. پس my birthday یعنی تولد من هست on حرف اضافه برای ماه تولد که جون هست. حالا مثلا یک کسی تولدش February هستش، یک کسی March هست، April یا هر چیز دیگه قبل از اون ماه باید حتما on رو بیارین. و وقتی میخواین روزش رو بگین باید به صورت اعداد شمارشی یا ordinal number بیارینش، یعنی باید انتهاش TH بگیره غیر از اولین و دومین و سومین. یعنی از سومین به بعد هر چیزی که ما میخواییم بگیم باید آخرش TH بیاد. درسته؟ یادداشت کردین؟ Okay. My father is a dentist and my mother is a manager. اون جایی رو که قرمز کردم یعنی میتونین شغل پدر و مادر خودتون رو بیارین. مثلا من اینجا نوشتم شغل پدرم دندون پزشک هست و شغل مادرم مدیره، مدیریت میکنه. شما مثلا میتونین بگین که پدر من مهندسه، مادرم مثلا هر شغلی دیگه، هر شغلی که مد نظرتون هست میخواین خودتون رو معرفی کنین که پدر و مادرتون، پرنتتون، والدینتون اون شغل رو دارن، میتونین بیارین بذارین جای این کلماتی که زیرش خط کشیدن و قرمز هستش. و جابز هم به معنی شغل ها هستش. خب بریم سراغ بعدی. My favorite sport is football. توی این جمله و جمله بعدی میخوام یک گرامر کوچولو بهتون یاد بدم. My favorite sport is football. دقت کردین زیر is اومدم یه خط کشیدم. بعد از اون اومدم یه دونه sport رو آوردم. فقط فوتبال رو آوردم. چرا؟ چون فقط یکی بوده از فعل مفرد براش استفاده میشه. یعنی مثلا من اگر بخوام بگم که من هم فوتبال دوست دارم هم مثلا تنیس دوست دارم، دیگه نمیام is بگم. مثل جمله بعدی میام میگم My favorite sports are football and handball. بعد دقت کنین is تبدیل شد به are. توی فارسی هم مثلا وقتی میخواییم بگیم میایم میگیم ورزش های مورد علاقه من اینا هستن. پس باید sport هم یه اس جمع بگیره. درست شد. حالا به برگردیم جمله قبلی ببینیم جای فوتبال میتونیم چه ورزش های دیگه ای رو بیاریم. بدمینتون، سایکلینگ که میشه همون دوچرخه سواری، فیشینگ که میشه ماهیگیری، رانینگ دویدن، تنس، یوگا، بیسبال، بسکتبال، هاکی، بیلیاردز اند بولینگ. اینا چیزایی بودن، اینا که معنی نکردم. خب همونطور که هم میدونین توی فارسی هم معادلش همون میشه. پس نکته ای که این دو جمله داشتن مفرد و جمع بودن بود. پس وقتی من میخوام یه دونه ورزش رو بیام بگم از فعل مفرد استفاده میکنم. و
بعد دقت کنید اسپورت هم به صورت ساده اومده. ولی تو جمله بعدی اسپورتس و آر، چون بیش از یه ورزش رو من میخواستم بگم که من بهش علاقه دارم. اوکی، بریم سراغ جمله بعدی. I study English because I think it's important for me to achieve my goals. من مطالعه میکنم، میخونم زبان انگلیسی رو because، چون که، به خاطر اینکه. I think، من فکر میکنم. It is important for me، یعنی این مهم هست، ضروری هست برای من. To achieve my goals، دقت کنید آخر گول یه اس اومده که اون اس جمع هستش. To achieve my goals، برای اینکه به آرزوهام، به اون هدفهام، البته goals اینجا هدف، آرزو فرق میکنه کلمش، برای رسیدن به اهدافم. شما میتونین به جای I think it is important for me to achieve my goals یه جمله دیگه ای رو بنویسین، مثلا چون من علاقه دارم به زبان انگلیسی، because I think I like English language، یا هر چیز دیگه. لطف کنین برام کامنت کنین چیزایی رو که شما مثلا از نظرتون متفاوته. مثلا اینجا من اومدم گفتم I think it's important for me to achieve my goals. اگر شما دلیل دیگه ای دارین لطفا برام حتما کامنت کنین. خب بریم سراغ جمله بعدی. I like action movies. خب من دوست دارم فیلم های اکشن رو. دقت کنین آخر مووی یه اس جمع اومده، پس بعد من اینو اینجوری معنی کنم. I like action movies، من دوست دارم فیلم های اکشن رو. خب حالا اینجا میایم یه نگاهی هم میکنیم به سبک های فیلم هایی که ما داریم. کامدی که میشه کمدی و خنده دار، رومانس میشه رومانتیک، هورر میشه ترسناک، دراما که همون دراما میشه، کارتون و انیمیشن. خب اینم که دیگه هممون میدونیم این سبکای فیلم ها رو. البته یه سری چیزای دیگه هم هست مثل تخیلی و علمی تخیلی و یا علمی و این چیزا که دیگه من نیاوردم، به همینا بسنده کردم. بریم سراغ جمله بعدی. I don't like fast food. من دوست ندارم فست فود رو. خب اگه بخوایم به جای فست فود چیزای دیگه ای بگیم، شما چی انتخاب میکنین؟ چه چیزایی رو دوست ندارین؟ لطفا برام حتما کامنت کنین. مثلا میتونیم بگیم آیس کریم، من بستنی دوست ندارم. فرنچ فرایز که توی زبان انگلیسی آمریکایی به سیب زمینی سرخ کرده میگن فرنچ فرایز. سپاگتی ماکارونی. گریسی فود، غذاهای چرب. سالتی فود، غذاهای شور. سپایسی فود، غذاهای تند. سویت ثینگز، یعنی هر چیزی که شیرین باشه. خب شما چی دوست ندارین؟ لطفا حتما بگیم بهم. My favorite food is pizza and favorite drink is soda. یعنی غذای مورد علاقه من پیتزا هست و نوشیدنی مورد علاقه من سودا یا همون نوشابه هستش. خب بریم اینجا یه نکته ریز کوچولو هم بگیم توی نوشیدنی ها. تی که همه میدونیم چای هستش، کافی هم میشه قهوه، water میشه آب، milk میشه شیر، juice میشه آب میوه، واین میشه مشروب، کاپوچینو سافت درینک. خب رسیدیم به اون نکته کوچولو. هر نوشیدنی که الکل توش نداشته باشه ما بهش میگیم سافت درینک. یعنی مثلا تی، کافی، هر چیزی که توش الکل نداشته باشه بهش میگن سافت درینک و الکل. خب نوشیدنی ها رو هم دیدیم. آرسی یادم رفت بهتون بگم که سودا توی زبان انگلیسی آمریکایی یعنی نوشابه. خب دوستان
امیدوارم که چیزایی رو که امروز بهتون یاد دادم و یاد گرفته باشین. لطفاً جاهای خالی رو که یعنی جاهایی رو که قرمز کردم زیرش خط کشیدم با جملات و کلمات مناسبی که مربوط به خودتون هست پر کنین، کامنت کنین برام بفرستین که با هم دیگه یک کم شروع کنیم زبان انگلیسیمون تقویت کنیم و انشالله خیلی سریعتر جلو بریم. خب دوستان اگر خوشتون اومد لطفا لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.